بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی که قبل از خطبه های نماز جمعه مورخه پنجم تیر ماه 1377 مطابق با اول ربیع الاول 1419 هجری قمری 11 قسمت تحت عنوان بحث فلسفه سیاسی اسلام در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. خیلی متشکر. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لا سيما الامام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه و جعلنا من اعدانه و انصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. مصیبت عظمای رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی و حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا سلام الله علیهم اجمعین را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و شما دلباختگان اسلام و تشیع تسلیت عرض می‌کنم. همچنین فرا رسیدن هفتم تیر و خاطره شهادت بیش از 70 نفر از بزرگترین شخصیت‌های کشور و به خصوص سید شهیدان مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را خدمت ملت شریف و شهید پرور ایران تسلیت است. امیدوارم خدای متعال سایه مبارک مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارد و همه کسانی که به این نظام مقدس اسلامی در هر پست و مقامی خدمت می کنند در پناه امام زمان موفق و معید بدارد. موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بود که در جلسات گذشته در حدی که بضاعت گوینده و شرایط مجلس اقتضا می کرد عرایزی را تقدیم داشتیم و گفتیم که بحث در این زمینه به دو صورت انجام میگیره. یکی بر اساس مقدمات مورد قبول شنونده که اسمش بحث جدلی است، خواه شنونده مسلمان و معتقد به اسلام و تشیع و سایر مبانی اعتقادی و ارزشی باشد و یا دارای گرایش های دیگری ولی دارای یک سلسله اصول مورد قبول طرفین.
بحث بر اساس اصول مورد قبول در اصطلاح منطق اسمش بحث جدلی است. و گاهی بحث به صورت خیلی عمیق دنبال میشه که اصول موضوعی بحث هم مورد بررسی قرار میگیره و سعی میشه که برای هر یک از اینها براهینی اقامه بشه و تا قطعیات و بدیهیات فکری انسان پیش بره. چنین بحثی معمولا خسته کننده است و مخاطبین خاصی را می طلبه که با حوصله در یک محفل علمی و آکادمی که اینها را دنبال کنند. ولی از اونجا که جامعه ما به حمدالله در مسیر ارتقاء فرهنگی و معلومات بسیاری از جوانهای ما، جوانهای متعارف جامعه امام، از بسیاری از دانشمندان قدیم به خصوص در زمینه مسائل سیاسی و دینی بیشتره و باید سعی کرد که این روند همچنان ادامه پیدا کنه و سطح فکری و فرهنگی جامعه ما بالاتر بیاد، به خصوص در مسائلی که مربوط به اصل نظام و عقاید و افکار اسلامی میشه، تا بتونن در مقابل شبهات دیگران پاسخگو باشند و خودشون تحت تأثیر قرار نگیرن. سعی کردیم مطالبی که مربوط به اصول موضوعی بحث میشه با بیانی بسیار ساده که از اصطلاحات پیچیده علمی و فلسفی دور باشه عرض کنیم و سعی کنیم که این اعتقادات ریشه های عقلانی محکمی در اذهان داشته باشه تا کمتر آسیب پذیر باشه. بعضی ها اعتراض کردند، کتبا برای خود من چند مرتبه نوشتن، گاهی در روزنامه ها و اینا نوشتن که این بحث ها به درد مستمعین نماز جمعه نمیخوره، این بحث ها پیچیده است و شنوندگان خاصی را میطلبه. ولی از طرف دیگر هم اکثریت اوزار اونطور که ارزشیابی شده علاقمند هستن که این بحث ها به همین سبک ها ادامه پیدا کنه و احساس سنگینی نمی کنند، لااقل به ما نرسیدن. چون مطلب اینه که ما به شیوه خودمون ادامه میدیم تا اونجایی که بفهمیم که شنوندگان ما حوصله‌شون سر میره و دیگه از این بحث ها علاقه به شنیدنش ندارن. اصولا بر کار یک نظام سیاسی یا یک حکومت این است که پشتوانه اجرای قانون در جامعه باشه و فرق بین قانون به معنای حقوقی و سیاسیش با قانون به معنای اخلاقیش همینه که قانون حقوقی پشتوانه اجرایی داره، ضامن اجرا داره، ولی قوانین اخلاقی خود به خود از اون جهتی که اخلاقی هستن ضامن اجرای بیرونی نداره. هر کس طبق عقاید خودش و جهات معنوی خودش هست که به اونها پایبند میشه و عمل میکنه، ولی قانون حقوقی ولو کسی هم معتقد بهش نباشه از طرف جامعه و دستگاه اجرای جامعه بر مردم تحمیل میشه. اگر بخوان سرپیچی هم کنند با قوه قهریه جلوی مخالفت ها و اتیان ها را میگیرند. این خاصیت قانون حقوقی است و وظیفه اصلی دستگاه حکومت است که قانون را ولو به زور اصله هم شده اجرا کنید. بحث واقع میشه که خب کدام قانون؟ به حمد الله از یکی دو سال بعد از انقلاب که اون درگیری های داخلی و ترورهای کور و اینها تقریبا تمام شد یا قریب به صفر رسید، همه مسئولین کشور شعار قانونمندی را مطرح کردند و حتی گفتند امسال سال قانون است و تا به حال هم همه دولت ها این شعار را دنبال کردند و به خصوص
دولت اخیر که یکی از شعارهای اصلیشون اجرای قانون در سطح کشور است و جلوگیری از تخلفات قانونی که بسیار شعار مبارک است. ولی خب از نظر بحث برای کسانی این سوال مطرح میشه که قانون واقعا چه اندازه اعتبار داره و اعتبارش از کجا میگیره، چطوره که باید در مقابل قانون اینقدر تسلیم بود و کدام قانون است که چنین اعتباری را داره و باید 100% خود را مطیع اون قانون دانست. در همین جا بین پرانتز عرض بکنم که از دیدگاه ما مسلمان هایی که تابع نظام اسلامی هستیم و فرمایشات امام و مقام معظم رهبری برای ما حجیت داره، جای شک و ابهامی وجود نداره که مقررات دولت اسلامی، چه مصوبات مجلس شورای اسلامی باشه، چه مصوبات هیئت دولت باشه، حتی بخشنامه هایی که از وزارتخانه ها به ادارات فرستاده میشه، ابلاغ میشه، اینها لازم الاجرا است و طبق فرموده امام ما ملتزم هستیم که اونا را عمل کنیم، چون فرمودن مقررات دولت اسلامی در حکم شرعی است و باید اطاعت بشه. برای ما هیچ ابهامی در این جهت وجود نداره و به ما هم شخصا سعی میکنیم که کوچکترین قوانین و مقررات دولت اسلامی را دقیقا رعایت کنیم، حتی اگر در موردی خلاف فتوای فقهی خودمون هم باشه. اون مسئله ثانوی است و رعایت حکم دولت اسلامی و اطاعت از ولی امر برای ما واجب است و در این جهت هیچ تغییری نداریم. اگر من میگم ملاک اعتبار این قانون چیه، یه وقت توهم نشه که من میخوام در لزوم اطاعت از قوانین دولتی تشکیل کنم، ابدا. در جهت این است که پایه‌های فکری این مطلب بیشتر روشن بشه و ما بدونیم چرا باید اطاعت کنیم از دستورات دولت اسلامی. بحث این است که اعتبار قانون از کجاست؟ چطور میشه که وقتی میگن باید فلان کار را انجام داد، فرض کنید باید فلان روز را تعطیل کرد، مثل روز شهادت امام رضا سلام الله، باید فلان مبلغ مالیات پرداخت، اون کسانی که مشمول قوانین و مقررات مالیات قرار میگیرن، یا سایر مسائلی که در شرایط عادی یا در شرایط استثنایی مثل شرایط جنگ پیش میاد و دستوراتی از طرف دولت اسلامی داده میشه، چرا ما باید عمل کنیم؟ صرف این که یک کسی دستوری میده همین کافی است که مردم موظف باشند اجرا کنند؟ یا در هر نظام دیگری، چون بحثی که ما در این زمینه به عنوان بحث فلسفه سیاسی مطرح میکنیم، این مختص به حوزه اسلامی نیست، این بحث به طور کلی مطرح میشه که اصلا اعتبار قانون از کجاست؟ چه قانونی معتبر است و مردم باید اطاعت کنند؟ این بحث ها کسانی که آشنایی به مباحث فلسفه سیاست و فلسفه حقوق دارن میدونن که فیلسوفان بزرگ این درشته از معارف بشری چه زحمت هایی برای تبیین این بحث کشیدن و چه نظریات مختلفی مطرح شده و دلایلی برای هر نظریه بیان شده و نقد شده و چقدر عمر فیلسوفان بزرگ را مشغول کرده تا یک نظریاتی در این زمینه ارائه کردن، گویین که هنوز به نظر قطعی و کاملا قابل دفاع باشه و به اصطلاح ما برهانی باشه نرسیدن. مطالبی که در این زمینه گفته شده میتونیم ما مهمترینش را در چند عنوان خلاصه کنیم. بعضی گفتن ملاک اعتبار قانون عدالت است. اگر قانونی بر اساس عدل و رعایت حقوق مردم وضع شد، واجب است که مردم اطاعت کنند، این قانون معتبر خواهد بود. اما اگر بر اساس عدل نبود، قانونی ناعادلانه بود، این قانون اعتباری نخواهد داشت. این یکی از نظریاتی است که در این باب مطرح شد.
نظریه دیگری این است که ملاک اعتبار قانون تأمین نیازمندی های جامعه است. جامعه به خاطر زندگی اجتماعی یک نیازمندی های خاصی پیدا می کنه که جنبه شخصی و فردی نداره. گویی این که همه اشخاص به نوبه خودشون می تونن از اون استفاده کنن، ولی اصلش یک مسئله اجتماعی و در شرایط زندگی اجتماعی نیازها پیدا می شه. مثلا رعایت بهداشت عمومی، هر کسی در زندگی شخصی خودش در محیط خانهش میتونه که بهداشت شخصی را رعایت کنه اگه دلش بخواد، اما زندگی اجتماعی اینطور نیست که ما بتونیم هر فردی را موظف کنیم که خودش رعایت بهداشت کنه. یه مسائلی پیش میاد که یک دستگاهی باید فوق تصمیم گیری فردی وجود داشته باشه. مثلا یک بیماری شایع میشه، باید مردم واکسینه بشن، خدای نکرده وبا، طاعون و امثال اینا. این رعایت بهداشت عمومی که همه مردم در معرض چنین خطری واقع میشن، یه دستگاهی موظف است این کار رو انجام بده، چون کار فردی نیست، هیچ فردی به تنهایی نمیتونه این کار انجام بده، این کار دولت است. دولت مقرراتی در این جهت وضع میکنه، ولو مقررات موسمی، که از فلان تاریخ تا فلان تاریخ همه باید واکسینه بشن. خب این میشه یه قانون. البته قانون اینجا که عرض میکنم به معنای عام میشه که هر دستورالعمل لازم الاجرا باشه، حتی شامل بخشنامه ها و آیین‌نامه ها هم میشه. خب این قانون چرا معتبر میشه؟ به خاطر اینکه نیازمندی اجتماعی رو تأمین میکنه، مردم احتیاج دارن به بهداشت عمومی، و چون این قانون این بهداشت رو تأمین میکنه، پس یک قانونی است معتبر. یا آنچه مربوط به محیط زیست هست، یا نیازمندی های دیگری است، پس من روشنایی شهر هست، تمیزی شهر هست، اینا چیزایی نیست که کار یک نفر باشه، یه دستگاهی باید وجود داشته باشه که برای کل جامعه اینا رو تأمین کنه. اینا وظیفه دولتی، و دولت که این کارا رو میخواد بکنه مقرراتی را لازم داره، اون مقررات باید لازم الاجرا باشه تا اینکه اون هدف قانون تأمین بشه. پس اون قانونی لازم است اجرا بشه که نیازمندی های اجتماعی را تأمین کنه، یا بفرمایید مصالح جامعه را تأمین کند. نمونه هاش زیاده. فرض فرمایید دستگاه آموزش و پرورش کشور، دستگاه بهداشت و درمان و سایر وزارتخونه هایی که هست، کارشون همین تأمین این نیازمندی هاست. اون قوانینی که اجازه میده به دولت این کار را انجام بده، و یا دولت الزام میکنه مردم که اونا را رعایت کنن، اینا معتبر هستن، چون نیازمندی های جامعه را تأمین میکنن. این هم یک بیان یا یک معیار برای معتبر بودن قانون. معیار سومی که در کنار این ذکر شده، خواست مردم. قانون برای این است که خواسته های جامعه را تأمین کنه. وقتی مردم یه چیزی را خواستند از دولت یا از یک دستگاه قانونگذاری، از مجلس فرض بفرمایید، مردم به وسیله نمایندگانشون در مجلس قانونگذاری میخوان، اون مجلس چیزی را تصویب میکنه، چون این خواسته مردم است میشه معتبر و مردم باید اجرا کنند. چون معنای این که رأی دادن به این نمایندشون این است که بره قانون وضع کنه. وقتی قانون وضع کرد، اگر او حق نداشته باشه قانون وضع کنه، پس نماینده برای چی انتخاب کرده؟ اگر قانونی وضع کند اما لازم الاجرا نباشد، خب چه فایده داره؟ کار لغوی است. قانونی وضع کند اما لزومی نداشته باشه اجرایش. پس چون این قانون از طرف نمایندگان مردم است و نمایندگان خواسته های موکلینشون را در شکل قانون به تصویب میرسونن، از این جهت معتبر است. من نقل قول دارم میکنم، فکر نکنید هر یک از اینا که من عرض میکنم نظر خودمه. اینا مطالبی است که فیلسوفان و حقوق و سیاست درباره منشه اعتبار قانون بیان کردن. خب طبعا ما مسلمان ها هم یک معیار دیگری میتونیم اضافه کنیم، و اون هم است چیزی که خدا دستور داده. خب اینم به عنوان یکی از معیارها در کنار اونها لااقل قابل تر هست، منتها برای کسانی که معتقد به دین و خدا و این حرفا باشه.
خب ما اگر بخوایم این نظریات را به صورت آکادمیک مطرح کنیم و دلایلش را یکی یکی ذکر کنیم و نقادی کنیم، ما همون کاریست که خیلی میگن این کارها سنگین است و به درد این محیطهای نماز جمعه و مخاطبین عمومی نمیخوره. ولی من سعی میکنم این مطالب را خیلی ساده بیان بکنم که مطمئن هستم بیش از 99% شنوندگان میفهمند و درک میکنند. این که میگن قانون اعتبارش به این است که عدالت را برقرار کند، یک سوال اساسی اینجا مطرح میشه. سوالی است که باز صدها دانشمند برجسته درجه یک جهان دربارش کتاب نوشتید، ولی ما اینو به عنوان یک سوال ساده ای در اینجا مطرح میکنیم و به یک زبان ساده ای سعی میکنیم که هم صورت مسئله و هم حلش رو بیان کنیم. سوال اینه که آخر عدالت چیه و چگونه تحقق پیدا میکنه؟ حالا یه مثالی من بزنم شما ببینید چطور شده که این مسئله شده یک سوال عظیمی و شخصیت های درجه علمی اول علمی دنیا درباره اینها سالها زحمت کشیدن و کتاب ها نوشتن. خب ما همه با مفهوم عدالت آشنا هستیم، اما اگه سوال بکنن آیا اگر همه مردم یکسان از ثروت های جامعه استفاده کنن این عدالت هست یا نیست؟ یعنی اگر یه نظامی پیش بیاد، تمهیداتی بشه، مقدماتی چیده بشه که نتیجهش این باشه که همه مردم خانه یکسان داشته باشن، لباسشون در یک حد از قیمت باشه، حالا رنگش اینا رو به انتخاب خودشون، اما قیمتش همه یکسان باشه، وسایل نقلیه‌ای که استفاده میکنن همه مثل هم باشه، حالا فرض مسئله اگه چنین بشه این واقعا عدالته؟ به طوری که اگر اینجور نبود ظلم است یا نه؟ چنین گرایشی در مارکسیسم پیدا شد و به پیدایش نظریه کمونیسم انجامید و اونها لااقل در شعارشون اینو مطرح میکردن که ما در صدد این هستیم که شرایطی فراهم کنیم که روزی جامعه بی طبقه به وجود بیاد، هر کسی به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش استفاده کنند. خب بعد دیدن در عمل نمیشه، تنزل کردن، مراحلی داشت، برها به حکومت سوسیالیستی رضایت دادن، ولی حکومت کمونیسم را به عنوان یک ایدئال مطرح میکرده. این که گفته میشه مارکسیسم شعار عدالت را مطرح کرد و عدالت با آزادی تنافی پیدا کرد، یه همچون مسئله این را میخوان بگن. اونها به این دلیل اومدن مارکسیسم را مطرح کردن، مارکس اصلا روی این جهت اومد بحث کرد که به مردم ظلم میشه، به اکثریت مردم، به طبقه کارگر، کشاورز، ما باید یه فکری بکنیم که این ظلم ها نشه، چه کنیم؟ باید به سوی حرکت بریم که کنیم که همه یکسان بشن، اون میشه یک جامعه بی طبقه با مساوات کامل، اون ایدئال است و اون بهشت زمینی است، جامعه بی طبقه تراز نوین. بعد اونایی که گرایش های اسلامی هم داشتن به اصطلاح پسوند اسلامی هم بهش دادن، گفتن ترازن و نوین توحیدی. خب آیا واقعا عدالت همینه که مردم همه یکسان بشن یا نه جور دیگری باید عدالت تحقق پیدا کنه؟ بعضی دیگه گفتن عدالت این نیست، عدالت این است که هر کسی به اندازه تلاشش از دستاوردهای جامعه بهره‌مند بشید. اگر کسی کار کرد، زحمت کشید، به اندازه‌ای که کارش ارزش داشته در جامعه بهره‌مند بشید. ظلم اینه که کسی تلاشی بکنه، تولیدی بکنه، ارزش اضافی ایجاد کند، اما از نتیجهش بهره‌مند نشید. اما اگر یک کسی تنبلی کرد، کار نکرد، این نباید به اندازه دیگران بهش بهره بدن، از منافع اجتماعی در اختیارش بذارن تا مساوات کامل بشه، عدالت بشه. این عدالت نیست. عدالت اینه که کسانی که کار میکنن مزد کامل کارشون رو دریافت کنن. اینم یه تفسیری شد برای عدالت.
خب این دوتا کاملا روشنه که با هم اختلاف دارن و در عمل هم خیلی تفاوت پیدا میکنیم، ولی از این بیشتر هم هست. ما یه سلسله احکامی در اسلام داریم که طبق مبانی اعتقادی خودمون، حالا باز در مقام اثبات و دفاعش نیستم، میخوام طرح مسئول کنه، ما معتقدیم که اینها بهترین احکامی است که برای جامعه مفیده و حتما مطابق عدالتی، اما برای بسیاری از مردم دنیا این به این صورت قابل قبول نیست، میگن نه این احکام عادلانه نیست. نمونش فرض فرمایید در ارث زن و مرد، میدونیم که در قوانین اسلامی در ارث زن و مرد در بسیاری از موارد فرق گذاشته شده، ارث زن در بسیاری از موارد نصف ارث مرد است، البته در بعضی موارد هم مساوی است، ولی اکثر موارد اینجوره، لذکره مثل حظ الانثیین نص قرآن است. خب کسانی که با این مبانی فکری و اعتقادی ما آشنا نیستن میگن یه قانون ظالمانه است، چرا بی خدا تبعیض قائل شده بین مرد و زن؟ از طرف دیگرش بعد احکام دیگری، مرد و زنی که با هم زندگی میکنن در اسلام باید هزینه زندگی خانواده را، خرج خوراک و لباس و مسکن زن و همه فرزندان را که گاهی 7-8 تا هم میشن، همه را مرد باید بپردازن و زن حق داره به حسب بینش اسلامی یک ریال از درآمد خودش هم را صرف این کار نکنه. اگر ارثیه‌ای داره مال خودش، اگر اقتصادی داره، بازرگانی، تجارتی داره، درآمدش مال خودش، کاری هم میکنه، صنعتی هم میکنه، بازم درآمدش مال خودش، حق داره یک ریال ازش را در خانواده صرف نکنه. و حتی برای خدماتی که در خانواده انجام میده، از لباس شویی و غذا پختن و حتی شیر دادن بچه، از شوهر مزد بگیره. خب کسانی که دور نگاه میکنن و البته سمپاتی علیه اسلام هم نداشته باشند، یه خود منصفانه برخورد بکنن، اینجا میگن اسلام قانون عادلانه‌ای وضع نکرده، به ضرر مردها قضاوت کرده. خب حالا اینجا واقعا ما چی بگیم؟ بگیم این دو تا قانون اسلام عادلانه است یا عادلانه نیست؟ برمیگرده به این که عدل یعنی چی؟ اگر عدالت یعنی مساوات، باید گفت همه این قوانین ناعادلانه است، چون مساوات درش نیست. اما اگر از یه تفسیر دیگری دارند، پس باید ببینیم تفسیرش چیه. مسئله این که خود عدالت چیست و چگونه تحقق پیدا می کند، ملاحظه می فرمایید مسئله ساده ای نیست. از این جهت است که فیلسوفان بزرگ ده‌ها و صدها کتاب فقط در موضوع تحقیق عدالت نوشتند، گاهی هم رابطه عدالت با آزادی. خب حالا اگر یک کسی اومد معیار اعتبار قانون را عدالت قرار داد، خب سوال میشه عدالت بر کدام تفسیر؟ به قول امروزی ها بر کدام قرائت؟ هر کسی عدالت رو یه جوری تفسیر میکنه. شما میگید ملاک اعتبار قانون این است که عادلانه باشد، یک کسانی عدالت رو یه جوری معنا میکنن، میگن فلان قانونی عادلانه است پس باید عمل کرد، معتبر است. کسانی دیگه که عدالت رو جوری دیگه معنا کردن، میگن نه این قانون عادلانه نیست پس اعتبار ندارد. پس ما صرف این که ملاک اعتبار قانون را عدالت قرار بدیم مشکلی حل نمی کند، اختلاف همچنان باقی میمونه که آیا این قانون عادلانه هست یا عادلانه نیست. این یک نقد مختصری از این نظریه‌ای که ملاک اعتبار عدالت. ملاک دوم این بود که قانون از آن جهت معتبر است که نیازهای جامعه را تأمین می کند. خب این یه مقداری روشن‌تر است، چون همه مردم نیازمندی‌های اجتماعی را کما بیش درک می کنند، میدونن جامعه به چه چیزهایی احتیاج داره، با تجربه روزانه خودشون میفهمن، مخصوصا که به هر حال همیشه در جامعه‌ای که ما زندگی کردیم و گذشتگان ما هم زندگی کردن قانونی بوده و حاکمی وجود داشته، با اینا مأنوس از عدالت. ملاک دوم این بود که قانون از آن جهت معتبر است که نیازهای جامعه را تأمین میکند.
خب این یه مقداری روشن‌تر است، چون همه مردم نیازمندی‌های اجتماعی را کمابیش درک می‌کنن. می‌دونن جامعه به چه چیزهایی احتیاج داره، با تجربه روزانه خودشون می‌فهمن. مخصوصاً که به هر حال همیشه در جامعه‌ای که ما زندگی کردیم و گذشتگان ما هم زندگی کردن، قانونی بوده و حاکمی وجود داشته، با اینا مأنوس هستن. می‌دونن نیازمندی‌های جامعه را چگونه قانون تأمین می‌کنه. اما باز صحبت در اینجا مطرح میشه که نیازمندی های جامعه ممکنه به اشکال مختلف تأمین بشه. فرض بفرمایید ممکنه یه نیازمندی اجتماعی فرض کنید تمیز کردن شهر تهران، این یه نیازمندی عمومی است. آیا این بودجهش از کجا تأمین بشه؟ از خانه خانه مردم پول بگیرند بگن برای تمیز کردن شهرتون باید این بودجهش رو تأمین کنید؟ این یه قانون بگی که آقا هر خانه ای موظف است ماهیانه، سالیانه، روزانه این مبلغ بده تا شهر تهران رو تمیز کنه. یه قانون دیگه ممکنه بگه نه، این باید از بودجه عمومی تأمین بشه، بودجه ای که عمدتا از مالیات ها تأمین میشه، مالیات ها عمدتا از ثروتمندها گرفته میشه. پس فقرایی که تو محله های پایین شهر زندگی می کنند معمولا خونه های محدودی دارن، اونا دیگه چیزی نباید بپردازن. عملا این پول هایی که برای تمیز کردن شهر به کار میره از مالیات هایی تامین میشه که از سرمایه دارهای بزرگ حاصل میشه اگر بشه. اینم یک نظریه است. نظریه سومیه که نه آقا دولت بره منابع زیرزمینی را استخراج کنه، نفت و طلا را، مس را، آهن را، اونا رو بفروشه، از پولش بیاد این نیازمندی های جامعه رو تامین کنه. اینا یه نظریه. کدومش قانون معتبر است؟ گفتیم ملاک اعتبار قانون این بود که نیازمندی های جامعه رو تامین کنه. هر کدام از این سه شکل باشه نیازمندی جامعه تامین میشه، یعنی شهر تمیز میشه. یا پولی که از مردم خونه خونه بگیره، سرانه از مردم بگیره، یا از مالیات عمومی از بودجه کل کشور این کار رو تأمین کنن، و یا از منابع زیرزمینی فروش نفت و سایر معادن. هر کدامش باشه نتیجهش تمیز میشه شهر، اما کدام باید باشد و بر مردم لازم است که اون را رعایت کنن، این معیاری که گفتیم اون قانونی که نیازمندی جامعه را تأمین می کند معتبر است کارایی نداره. هر یک از این سه نوع قانون نیازمندی جامعه را تأمین می کنه، اما شکلش را تعیین نمی کنه که چگونه. مردم حق دارن دیگر کدوم این قانون ها عادلانه تر است یا صحیح تر است یا معتبر تر است. پس این معیارم به تنهایی کافی نیست که ما اعتبار قانون را تشخیص بدیم. اعتبار ملاک سوم این است که اونچه مردم میخوام. خب طبعا این را در کنار اون دوتا معیار مطرح میکنم. میگن هرچی مردم دوست داشتن که عمل بشه اون میشه قانون. خب بعد در عمل میبینن اگر بگن همه مردم 100% چیزی را بخواهن، همچین چیزی در عالم تحقق پیدا نمی‌کنه. شاید در بین میلیون‌ها قانون چیزی که تمام مردم 100% موافقش باشن نادر باشه. بالاخره یکی، دو نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 1%، 2% مخالف خواهد داشت. خب اعتبار این قانون برای اون مخالفین بر چه اساسیه؟ خودشون که نخواستن اینا رو. خب تنزل کردن، گفتن اون چه اکثریت مردم بخواهن. حالا یه بحثی هست که وقتی به فرض این که ما این نظر را پذیرفتیم که اون چه اکثریت مردم بخواهن قانون بشه، اون کسانی که رأی ندادن و مخالف هستن اونا تکلیفشون چیه؟ شاید به فرصت دیگری در یک جلسه دیگری جای مناسب تری باشه که اینا بحث بکنیم. فعلا ها کاری به این جهتش نداریم. این که مردم اگه چیزی را بخوان بشه قانون معتبر. سوال: اگر اون چرا مردم خواستن بر اساس موازین عدالت صحیح نبود، ناعادلانه بود. ملاک اول عدالت بود، اگه خواست مردم با عدالت وفق نداد آیا اعتبار دارند یا ندارند؟ همچنین با معیار دوم اگر
اختلاف پیدا کرد. یعنی اون چرا مردم خواستن با تأمین نیازمندی های جامعه را نمی کرد. خب می دونید هر قانونی که مستلزم این باشه که پولی از مردم بگیرند شاید اکثریت مردم باش مخالف باشه. هر مالیات جدیدی وضع بشه مردم با کراهت می پذیرن، هرچی هم بتونن از زیر بارش در میره. این همه جای دنیا هست. هیچ جا قانون مالیات با استقبال مواجه نمیشه. وقتی دولت میخواد پول از مردم بگیره برای اینکه نیازمندی های جامعه را تأمین بکنه، مردم زورش رو میاد. خب اگه بگن رأی بدید، همه مردم رأی بدن، به رفراندوم میگذارن که آقا امسال مالیات ها اضافه بشه یا نشه، قطعاً اکثریت مردم خواهند گفت که مالیات ها اضافه نشه، مخصوصا پولداران. هر که بیشتر داره بیشتر میخواد. خب اگر اینجا به خواست مردم اتکا بکنیم، ما باعث این میشه که نیازمندی های جامعه تأمین نشه. فرض این بود که یکی از ملاک های اعتبار جامعه، اعتبار قانون، تأمین نیازمندی های جامعه است. آیا وقتی تنافی پیدا کرد با خواست مردم، باید مصالح جامعه را در نظر گرفت یا خواست اکثریت مردم؟ عملا میبینن قانون گذاران و کسانی که مسئول تأمین نیازمندی های جامعه هستند، یعنی دولت، میبینن اگر بخوان به رأی اکثریت مردم در این موارد عمل کنن کار پیش نمیره. و این حالا برمیگرده به یه مسئله دیگری راجع به مدل های دموکراسی که شاید دیگه وقتی جلسه دیگه مناسب شد درباره اون بحث. به هر حال این اشکالاتی است که بر این معیارهای اعتبار قانون وارده. یک اشکال اساسی تر هم وجود داریم، اون مسئله خیلی مهمتر است از دیدگاه ما، و اون اینه که این مثالی که شما میگید یا نیازمندی هایی که شما میگید فقط نیازمندی های مادی است. یعنی اون چه مربوط به شکم و بدن و اینها میشه مستقیم یا غیر مستقیم، فقط همین هاست نیازمندی های انسان که در جامعه باید تحقق پیدا کنی. دولت فقط موظف است اون چه مربوط به امور مادی و بدنی مردم میشه تأمین کند، یا نه فراتر از این چیزهای دیگری هم به عهده دولت هست. یه خود بازتر بگم، خب ما مسلمان ها و همه کسانی که دینی از ادیان الهی را قبول دارن معتقدن که انسان به تعبیر ساده دو جزء دارد، یکی بدن یکی روح. و طبق نظر شاید اکثر ادیان یا همه ادیان این باشه که روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. همونطور که بدن احتیاج به بهداشت دارد، اگه مریض شد باید درمان بشه، روح انسان هم احتیاج به بهداشت داره، هم باید پیشگیری بشه که مریض نشه، هم اگه مریض شد باید معالجه بشه. اینها نیازمندی های انسانه. و اگر ما مقایسه کنیم اهمیت این نیازمندی ها را با نیازمندی های مادی، بر این اساس باید بپذیریم که نیازمندی های روحی خیلی اهم است از نیازمندی های مادی. آدم بدنش مریض باشه اولاست از این که روحش مریض باشه، یعنی از انسانیت بیفته. اون ویژگی انسان همون روحشه، ولی بدن که حیوانات هم داره، سلامتی بدن که حیوانات هم داره، تأمین لذتهای مادی و جسمانی که حیوانات هم داره، اون چه مخصوص انسان است و جوهر انسانیت رو تشکیل میده روح انسانی. خب اگر اونی که ملاک انسانیت انسانه اون مریض شد و بعد مرد، از بین رفت، اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس، روح انسان هم حیات و موتی داری. خب اگه اینجوری باشه، آیا دولتی که میخواد مصالح جامعه را تأمین کند نباید به امور روحی مردم هم توجه داشته باشه؟ فقط وظیفش این است که امور مادی را تأمین کنه، یا نه مصالح معنوی هم جزء اموری است که دولت میبایست به اونها اهتمام داشته باشه و اونها را تأمین کنه؟
دنبال این مسائل بسیار پیچیده تری هم مطرح میشیم. و اون اینه، یه نمونش، اگه در مواردی پیشرفت مادی، تأمین نیازمندی های مادی، به اصطلاح امروز توسعه، با پیشرفت معنوی با هم تضاهم پیدا کرد، اگر فرض محال که محال نیست، اگه فرض کرد یه روزگاری یا در یه شرایط خاص زمانی مکانی در یک جامعه ای اگر بخواهد اون جامعه در جهات مادی پیش بره، باید مصالح معنویش رو زیر پا بگذاره. اگه چنین شد، دولت موظف است که توسعه را محدود تر کند تا مصالح معنوی جامعه محفوظ بماند. یا نه بگه من به مصالح معنوی ربطی به من نداره، کار من تأمین نیازمندی های مادی است، معنوی یا به عهده خود مردم، خواستن برن تأمین کنن نخواستن نکنن به من ربطی نداره. این مسئله بسیار جدی است و نتیجه عملی روزانه در زندگی امروز جامعه ما داریم. و ملاحظه می‌فرمایید در مطالبی که در نشر رسانه‌های گروهی مطرح میشه، تو روزنامه ها، مجلات، سخنرانی ها، این مفاهیم دائما دور میزنه و گاهی مورد بحث و مشاجره و اینها واقع میشه. از طرفی کسانی میگن وظیفه ما توسعه است، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، هدف ما همین. البته توسعه فرهنگی هم که میگن مصادیقش به اونی که ما گفتیم مصالح معنوی و اینا نیست، منظورشون حفظ میراث ملی، ورزش، موسیقی، این چیزاست. توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی به همین معنایی که در عرف دنیا مطرح است. اگه دولت بگه وظیفه من همینه، کسانی اعتراض میکنن که دولت اسلامی باید به مصالح معنوی هم توجه داشته باشی و اگر تعارضی واقع شد بین مصالح معنوی با توسعه اقتصادی مثلا، باید توسعه اقتصادی را کندتر کرد، از شتابش کاست تا مصالح معنوی از بین نرود. کسانی هم اینجور میگن. حالا ما در مقام قضاوت نیستیم، طرح سوال میکنم، مسئله بوزن، صورت مسئله است. کسانی که میگن معیار اعتبار قانون تأمین مصالح هست، این سوال براشون مطرحه که آیا مصالح فقط مصالح مادی است یا مصالح معنوی هم تأمینش ضرورت داری و از وظایف دولت هست که به اونا احتمال داشته باشه. خب طبعا ما متدینین، کسانی که علاقه به اسلام داریم، کسانی که طرفدار انقلاب اسلامی هستیم، برای مصالح معنوی هم اهمیت قائلیم. و اگر راستش رو بخواید، تا اونجایی که من میدونم و اطلاع دارم و معتقدم، حالا شاید هم اشتباه کنم، تا اونجایی که من میدونم، اصلا انگیزه اصلی تحقق این انقلاب حفظ مصالح معنوی بود. البته ما معتقدیم که در سایه اسلام مصالح مادی هم ولو در دراز مدت تأمین خواهد شد به نحو احسن، ولی گاهی ممکنه در کوتاه مدت مصالح مادی گاهی به خطر بیفته. ملت ما عملا اثبات کردند حاضرند حصر اقتصادی رو بپذیرند، تورم رو بپذیرند، کمبود کالاهای مصرفی رو بپذیرند، عزیزانش را در جبهه ها قربانی کنند، همسران بی شوهر بشند، بچه ها بی پدر بشند، که چی بشه؟ وصیت نامه هاشو بخونید ببینید نوشتن که چی بشه؟ تا اسلام زنده بماند، تا ارزش های معنوی برقرار باشد، دست کم برای ما یک معیار دیگری هم مطرح هست،
غیر از تأمین مصالح مادی. پس اگر ما تأمین مصالح را یکی از معیارهای اعتبار قانون بدانیم، باید اضافه کنیم که این مصالح اهم است از مصالح مادی و مصائل معنوی. بررسی عمیق‌تر این بحث احتیاج داره به طرح یک مسئله دیگری که دیگه وقت من گذشته و دیگه میبایست رفع زحمت کنم. اشاره میکنم به این که این مسئله یک ریشه، یک اصل موضوع ریشه‌ای تری دارد، یعنی فراتر از اون چه در فلسفه سیاست و حقوق مطرح میشه، و اون این است که آیا واقعا انسان مصالح واقعی غیر از امور مادی هم دارد یا نه اصلا مصالح انسان همون مصالح مادی است، غیر از اینها فقط یک آداب و رسومی است، بود بود نبود نبود، گاهی هم تغییر میکنه. یک مصالح واقعی نفس الامری صرف نظر از سلیقه ها و خواست مردم آیا وجود دارد که بگیم تأمین اونها هم به عهده دولت اسلامی است یا نه اصلا مصالح همون است که در قالب تجربه های علمی می گنجه، مثل بهداشت، مثل پیشرفت های اقتصادی و چیزهای از این قبیل، پیشرفت صنعت و تکنولوژی، اینها در قالب‌های علمی می‌گنجد، قابل تعریف، با کمیت‌ها قابل تشخیص، اینها رو میگن مصالح واقعی. اما چیزهایی که ما میگیم مصالح معنوی و روحی، میگن اینها یک امور متافیزیکی است، اینها مسائل علمی نیست، اینها قابل اثبات علمی نیست و اصلا معلوم نیست واقعیتی داشته باشید. پس قبل از این که ما بگیم مصالح معنوی باید در جامعه تأمین شود و دولت اسلامی موظف است که اونها رو تأمین کند، اگه بخوایم به صورت یک بحث برهانی پیش بریم، باید به اون مسئله بپردازیم که آیا واقعا ما مصالحی غیر از همین امور مادی هم داریم یا نداریم. اگر خدای متعال حیاتی داد و توفیقی داد، شاید در جلسه آینده به این جهت بیشتر بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.